اذا كنت مدعيا فالدليل، اگه چیزی رو ادعا میکنی دلیلشو همراهش بیار، و دلیل در هر میدانی مخصوص خودشه. دلیل فیزیک یه چیزه، دلیل شیمی و علوم تجربی یک چیزه، ادله در علوم انسانی چیزهای دیگه ایه. و اذا كنت ناقلا، اگه چیزی رو نقل میکنی، انسان همیشه که حرف مال خودش نیست که براش استدلال بکنه. اگر ناقل هستید صحت اون مطلب رو ثابت کنه. و خیلی هم واضحه برای هر مسلمان که به دین خودش احترام قائله، به خودش احترام قائله، خیلی واضحه که هر مسلمانی باید دین خودش را از کتاب آسمانی خود که قرآن و تنها حجت خدا بر روی زمینه و دزوس بگیره. تنها حجت الهی بر زمین تنها و تنها قرآنه. چرا تنها و تنها قرآن؟ بقیه کتب آسمانی نه. قبارها شر دادم برای که دست تحریف درش راه برده، و تازه تحریفم راه نمی برد مسوخ شد. ولی خب هر دوتاش هستش. و چون هدایت الهی منحصر به قرآنه، لذا خداوند قرآن را راهنمای مسلمانان قرار داده. قال قل ان هدى الله هو الهدى. یک، هدایت هدایت الهی است، سخن الهی قرآنه. خود حضرت پیامبر هم از چه هدایتی پیروی میکرد؟ قول این اتبع ما یوحا الیه، اون چرا که من به من وحی میشه پیروی میکنم. و از اونجا که بعد از انبیا کسی حجت نیست که لا یکون الله حجتون بعد الرسول، قرآن میگه بعد از انبیا کسی حجت نیست. این آقا میگه نه، حجت الاسلام حضرت امام حجت. عجب، این ملعبه ها رو نگاه کنید آقا، حتی در نامه ها همش فریب و مکر. صریح قرآن میگه بعد از خدا، بعد از رسول خدا و کتابش و سنتش دیگه حجت کسی نیست.